دوستان گل خودم دانش آموز دکتر جوانی، حالت چطوره؟ پر ایتیپی و پر انرژی هستی یا نه؟ اومدیم با یه جلسه بی‌نظیر دیگه، یک جلسه پر انرژی دیگه که کلی کار داریم. این صفحه جلوی منم لطفا بیارین. خب تحلیل بچه ها، تحلیل آزمون رو تو به صورت آفلاین میگیریم به خاطر تایم کلاسمون به قول معروف هدر نشه و بتونیم تایم بیشتری داشته باشیم که به کارامون برسیم، چون هم درسنامه‌مون هست هم سوالا هست، جلسه قبلم هنوز ازش مونده یه بخشیش که باید حل کنیم. عرضم به خدمت شما که سلام سلام بچه ها، مرسی تازه صفحه بر من اومد، مرسی مرسی، سلام، مرسی ابوالفضل جان، محمد اینجا، بهاره، متین، محمد رضا، عرضم خدمت شما بچه های دیگه هم میتونم میان. عرضم به خدمت شما که بیاین بیاین بالا. ما پس آزمون رو بعد از کلاس براتون آفلاین میگیرم بلافاصله، حالا یه مثلا تایمی فاصله داره، نمیدونم نیم ساعت 40 دقیقه بعدش حتما دیگه نهایتشه دیگه، روی سایت براتون قرار میگیره و به قول معروف میتونید استفاده کنین، ولی تایمش شاید حتی زودتر از این عددی که من گفتم باشه. مرسی مرسی، تبسم. بچه ها پر ای تی پی، پر انرژی اومدن بالا، بریم شروع بکنیم. در مورد جزوه من خیلی تلاش کردم که جزوه کامل رو به امروز برسونم، یه کوچولو چون هنوز نواقصی داشتیم توی بحث مخصوصا تکالیفمون، گفتم بذار کامل بشه که کامل براتون بذارم. فعلا تا جلسه یک و دوش کامل روی سیستم هست، ولی تکالیف رو چون نداره من سعی میکنم تا یکی دو روز آینده جزوه کامل کامل حتما رو سایت باشه که دیگه خیالمون تا آخر دوره راحت بشه. یه خورده میگم این بحث تکالیف کوچولو اذیتمون کرد، من خودم خورد تایمم فشرده شده بود، نشد که به این جلسه کاملش برسه، وگرنه درسنامه ایناش همه آماده است و تستای اصلیمون هم آماده است، بیشتر اون تکالیفشه که جلومونو گرفته. خب اینا رو حل کردیم جلسه گذشته، اینم حل کردیم، اینو حل نکردیم. تو ببینم دیگه سوال چی داشتیم. اینم سوال قشنگیه، اینم سوال خوبیه، 5 و 6 هم هست، ولی ما از همین 6 شروع میکنیم. 5 حالا خیلی چیز نداریم، از 6 شروع میکنیم. خیلی خوب، عرضم بخیر شما که بریم شروع کنیم ببینیم اوزا از چه قراره. خیلی امروز کار داریم، هم فصل بعد بریم فصل 12 هم گیاهی رو هم بگیم، پس سریع نکات رو با هم دیگه مرور کنیم. خب سوال 6 رو بچه‌ها بزنید، درصدا رو بیاین بیاین. سلام سلام بچه‌های جدید، پر ای تی پی باشید، پر ای تی پی می‌خوایم بتره کنیم، موتورمون گرم بشه، سوال بزنیم. خب گزینه چند؟ خب بریم ببینیم کدام گزینه نادرست است. گروهی از باکتری ها درون چشمان آب داغ زندگی میکنن. بله، باکتری ها تو شرایط سخت گفتیم زندگی میکنن، مثل کوههای سرد، دریاچه های آب شور، غلیظ، غلظت های بالا، فلان، چشمه های آب داغ و غیره. پس توی محیط های سخت میتونن باکتری ها باشن. تو گزینه یک میتونه درست باشه. ای درسته قطعا. از باکتری ها برای تولید گیاهان مقاوم با آفت استفاده میشه. بله، گفتیم در مهندسی ژنتیک میتونیم از باکتری ها کمک بکنیم تا چیکار کنیم، انتقال ژن بدیم، گیاهانمون رو نسبت به آفت و آفت کش ها چیکار کنیم، مقاوم بکنیم. آغازیان برخلاف باکتری ها تقسیم میوز آیا انجام میدن؟ آغازیان بله، آغازیان یوکاریوت هایی هستن که میتونن تولید مثل چی داشته باشن؟ میتونن تولید مثل جنسی داشته باشن، هم جنسی و هم غیر جنسی، هر دوتاشو میتونن داشته باشن. اما باکتری ها فقط و فقط چی هستن؟ غیر جنسی هستن. خب پس گزینه یک هم گزینه سه هم میتونه درست باشه. گزینه چهار، جلبک ها و قارچ ها برای تولید سوخت پاک استفاده میشن. جلبک ها اوکی برای تولید سوخت پاک، برای قارچ هایش رفتی به سوخت پاک ندارن. در مورد قارچ ها اظهار نظری نشده، پس این مربوط به سوخت نمی شود، ولی این اوکیه. اگر باکتری هم میگفت، باکتری هم مثل جربک
در حفظ محیط زیست نقش داره. این هم یه نکته اضافه تر. باریکل. خیلی بچه من تو این یک دو هفته یه هفته که درست گذشت از جلسه صفر خیلی پیام ازتون دریافت کردم. پیامای بسیار زیادی بود که چقدر بچه‌ها از همون یه جلسه استفاده کردن، امتحانات میان ترم چون هست چقدر استفاده کردن، چقدر رتبه ها و نمره های خوب گرفته بودن و عرضم بخیر شما چقدر راضی بودن. خدا رو شکر. عرضم بخیر شما که ولی قراره به خودتون نشین، هم نکته زیاد داره زیست و باید عرضم به خدمت شما که همه رو با هم دیگه کار بکنیم که بتونیم انشالله به یک جمع‌بندی و تسلط برسیم. جزوه واقعا جزوه خوبیه، اگه با من پا به پای من بیای جلو مشکلت حل میشه. با هر سطحی که هستی، با هر به قول معروف درجه‌ای که هستی اصلا نگران نباش، به راحتی میترکونیم و انشالله بهترین نتیجه رو میگیریم. خب کدام گزینه در مورد شکل مقابل درست است؟ خب این شکل شکل چیه؟ این شکل بچه قارچ میکروسکوپی یا مخمره که عرضم بخوام شما که تو کتاب درسی نهمتون اومده و اینجا چی داریم میبینیم؟ جوانه زدن رو داریم میبینیم. جوانه زدن که یک چیه؟ تقسیم غیر جنسی هست. خب گفته یاخته های حاصل از تقسیم میوز یا کاستمان هستن که غلط. دو، جاندار مقابل دارای دیواره یاخته‌ای بوده و توانایی فتوسنتز داره. قارچ‌ها دیواره یاخته‌ای دارند ولی توانایی فتوسنتز ندارن، به همین راحتی. گزینه سه، این جاندار در حین تولید ATP ممکن است الکل یا اسید لاکتیک تولید بکنن. کی بود درد؟ اصلا به خدمت شما که این جاندار در حین تولید ATP ممکن است الکل یا اسید لاکتیک تولید کنن. ببین مخمرها اسمشون روشه دیگه، مخمر یعنی چی؟ یعنی کسی که تخمیر میکند. تخمیر یعنی چی؟ تخمیر یعنی تو به جای اینکه بری، ما دو تا مسیر داریم، خوب به من دقت کن، من یه مسیر دارم، مسیر اول چه شکلیه؟ مسیر اول اینجا، به من دقت کن، گلوکوز میرود داخل سیتوپلاس، از سیتوپلاس میره داخل راکیزه، به من چی میده خروجی؟ ATP. باریکلا. بیا با من یه مسیر دیگه داریم، گلوکوز بره تو سیتوپلاس نره تو راکیزه، در سیتوپلاس تخمیر کنن. تخمیر به من چی میده؟ ATP میده، ولی ATP چیه؟ کمه. این ATP چیه؟ زیاده. یه ATP کم میده به علاوه چی؟ به علاوه که اگر تخمیر الکلی بود یا لاکتیکی بود، دو نوع متفاوته. اگر تخمیر الکلی بود الکل به من میده، یعنی اتانول، یا اسید لاکتیک میده به من. مثل چه زمانی؟ مثل زمانی که ماهیچه های من میرم ورزش میکنم، وزنه میزنم، بودو بودو میکنم، ورزش میکنم، عرق میکنم، ATP مصرف میکنم، گلوکوز مصرف میکنم، بدن داره فعالیت میکنه، چی کم میاره؟ اکسیژن به صورت موضعی تو عضلات من کم میشه. وقتی اکسیژن به صورت موضعی تو عضلات من کم شد، مقدارش اومد پایین، چه اتفاقی میفته؟ بدن میخواد بدون اکسیژن باید این کار بعد تولید ATP بکنه تو بدنمون، از مسیر دوم نمیتونه بره. چرا؟ چون مسیر دوم حتما چیه؟ در اینجا بنویس، حتما در حضور گاز اکسیژن هستش. اما مسیر اول چیه؟ در عدم حضور اکسیژن هستش. یعنی ما تو مسیر دوم ما O2 نداریم که تخمیر میکنیم، چه الکلی چه لاکتیکی. پس من توی عرضم به خدمت شما مسیر دومم اکسیژن مصرف نمی کنم. وقتی اکسیژن مصرف نمی کنم چه اتفاقی میفته؟ نمیتونم برم داخل راکیزه، پس نمیتونم ATP زیاد داشته باشم و به یه ATP کم قناعت کنم و یک سری مواد دفعی که میتونه اسید لاکتیک یا الکل باشه. حالا ماهیچه های من الکل میسازن؟ نه، ماهیچه های من چی میسازن؟ اسید لاکتیک. اسید لاکتیک چیه؟ بلند. اسید لاکتیک یک ماده غیر قابل جذبه، تو ماهیچه های من ترشح و تولید میشه. چه اتفاقی میفته؟ درد ایجاد میکنه، گرفتگی عضلات. شما داری وزنه میزنی ورزش میکنی، یهو میگیره،
عضلات میگیره و درد احساس میکنه. بعد معلم ورزشت یا مربیت به چی میگه؟ میگه برو دوش آب گرم بگیر. چرا؟ چون گرما باعث افزایش جذب اسید لاکتیک میشه. حالا چرا آقای دکتر جنین داری به من میگی؟ ممکنه یه سوال یا همین الان یه سوال شبیه‌ساز به ذهن من رسید. بیا چیکار کن؟ بیا طراح به تو بگه که آقا بیا این پروسه واسه تو تعریف کنه، بگه من یک ورزشکاری رو مثلا بررسی میکنم که این ورزشکار زیاد 90 دقیقه فوتبال بازی کرده، توی 10 دقیقه پایانی پشت عضله پاش گرفته، خب علت مثلا طول علت این گرفتگی هم بیاد حالا برای یه توضیحاتی بده که مثلا به خاطر اسید لاکتیک و فلان و این حرفا، بعد به شما بگه که به نظر شما تو کدوم اتفاق از تو گزینه افتاده. یکی از گزینه ها این باشه که شما مقدار تولید ATP کمتر داشته باشی، یا مقدار تولید ATP در عدم حضور اکسیژن داشته باشی، میشه چی جواب سوال شما. خب پس ببین به راحتی، ببین سوال طراح سوال عجیب غریب و فضایی نمیاره، سوالا همش هستش، فقط صورت ها با صورت سوال با صورت گزینه بازی میشه که ما هم دست طراح دیگه بستیم تو دوره جامعه که یه بار کامل دستشون رو بستیم، الان تو دوره نکته تست هم دیگه تیر خلاص رو میزنیم و راحتشون میکنیم. بچه هایی هم که دور جامعه نبودن اصلا نگران نباشن، میرسن پرقدرت. بندیدم یکی از بچه ها پرسید پایش ضعیفه چیکار کنه، اصلا نگران نباش، تو فقط کافیه که مطالبی که من بهت میگم و یاد بگیری و هر جا سوال داشتی سوال بپرسی. سوال پرسیدن تو خیلی به پیشرفتت کمک میکنه. این جاندار در حین تولید ATP ممکن است الکل یا اسید لاکتیک ترشح کند، درسته؟ یاخته ها این جاندار با جلبک در یک فرمان رو قرار می گیرن. این قارچه قارچ ها با جلبک ها مال کی هن؟ جلبک ها مال آغازیان هن. این جز قارچ هاست، دوتا فرمان رو متفاوته، پس می دونم غلط میشه، جواب میشه گزینه 3 به همین راحتی به همین خوشمزدگی، ولی 31% دادن. من بعد ببینم اون 43% کی هن که اشتباه دادن. خب سوال یه سوال ناب، سوال به قول من بر اساس شکل کتاب درسی، بر اساس متن کتاب درسی و پر ای تی پی. سوال پر ای تی پی یعنی اینا. خب در جدول زیر سوال آسون حل کنیم، نظر چیه؟ یه سوال آسون در جدول زیر، هنوز بچه ها دارن میان ماشاءالله، تعداد بالاست. پر ای تی پی اسمای جدید میبینم، باران خانوم سلام، امیر محمد، از امیر محمد که از بچه فکرم قبلمونه، بچه جدید داریم. خب گفته که در ویژگی های ویروس، باکتری، آغازیان و قارچ تو جدول زیر نوشته شده، ویژگی های کدام یک نادرسته؟ در مورد ویروس ها چی گفته؟ گفته کوچکترین گروه جانداران هستن که با ورود به داخل سلول ها آنها را وادار به تکثیر خود میکنن. بذارید ببینم درصد رو، بذارید ببینم چی میگید. آیا ویروس ها با ورود به داخل سلول ها اونها رو وادار به تکثیر خودشون میکنن یا نه؟ باکتری ها چی گفته؟ باکتری ها در همه جا یافت میشوند، بسیاری از آنها بی‌ضرر و پروکاریوت هستند و از آنها در ساخت داروها استفاده میشه. جلبک ها به مهمترین گروه آغازیان هستن که فتوسنتز کردن و غذای جانوران آبزی رو تامین میکنن. قارچ ها این جانوران هم پرسلی دارن هم تکثیری، بعضی مفید و بعضی بیماریزان. قارچه که درسته، اصلا به قارچ کاری نداریم. خود بگید ببینم. کسی میخواد وصف بشه؟ اوکیه، مشکل نداره. درخواست بعد بده توی کیفیت MD بعد درخواست بده. سلام استاد. سلام استاد خوبی؟ اسم چیه؟ استاد شما بهتر. استاد سروش آبرو هست. جان؟ سروش آبرو. خب خیلی خوشبختم از دیدن شنیدن صدا ندیدمه. ارزم خدمت شما که بریم حل کن. یه گزینه من حل رد کردم. قارچا هم پرسلولی دارن هم تکسلولی، بعضی مفید بعضی بیماریزا. این هیچ. از این سه تا کدوم؟ بله. بگو. خب استاد من خودم ویروس ها رو زدم، بعد میذارم آخر ویروس ها رو میخونم. باکتری ها میگه در همه جا یافت میشن، درسته؟ گفتیم در همه جا یافت میشن، به خصوص مکانهای دشوار مثل چشمه های آب گرم، یخ و غیره.
بسیاری از آنها بی ضررن و پروکاریوتن. اینم درست استاد که دوره هستشون و اون دی ان ای شون پوشش ندارن پس پروکاریوتن و از آنها در ساخت داروها استفاده میشه. اینم یکی از فواید باکتریاست که بازم درسته. بعد آغازیان اومده گفته جلبک ها مهمترین گروه آغازیان هستن که درسته و فتوسنتز میکنن و این هم درسته. حتی سه گروه جلبک ها یعنی قرمه یعنی قهوه‌ای سبز و زرد بوده که اشتباه نکنم نه حالا سه گروهشون فتوسنتز میکنن و میگه غذای جانداران آبزی هستن. این هم درسته. اما میرسیم به ویروس ها. میگه کوچکترین گروه جانداران هستن که با ورود به داخل سلول آنها را وادار به تکثیر خود میکنن. استاد درسته، با ورود به داخل سلول آنها را وادار به تکثیر خود میکنن، اما کوچکترین گروه جانداران نیستن. درسته. خب ببین سروش جان و بقیه دوستان عزیز، کوچکترین گروه جانداران هستن که خب بله، این که قطعا گزینه غلطیه، چون ویروس مرز بین موجود زنده و غیر زنده است. خب و جواب سوال هم به احتمال 99% چه ویروس هستن. حالا چرا 1% من روی قضیه این سوال هست؟ سوال تعلیفی من نیستا، این سوال مال چیه؟ سوال مال نمونه دولتی هستش. نگاه کن چی گفته. گفته بسیاری از باکتری ها بی ضرر و پروکاریوت هستن. بچه ها همه باکتری ها پروکاریوت هستن. دقت کن، طراحا هم بعضی وقتا این سوتی های بد میدن و سوال رو خراب میکنن. سوال اگه این بسیاری اینجا نمیذاش، خب بله ما قطعا ویروس رو میزدیم، ولی این چیه داستان؟ این بسیاری خودش کارش رو خراب میکنه. و عرض بخواهم شما که همه باکتری ها قشای هسته مشخص ندارن، ماده ژنتیکیشون به قشای عرضم بخواهم شما که سلولی چسبیده، ماده ژنتیک متصل به قشای سلول هست و هر ویژگی دیگه که ما واسه پروکاریوت داریم واسه همه باکتری ها قابل تعمیم هستش. اندامک قشادار نداریم، نمیدونم تقسیم های جنسی نداریم و و و هر چیزی که دیگه به قول معروف مربوط به پروکاریوت ها هست. پس مرسی از سروشان که واسه ما گزینه رد کرد، ولی این نکته رو خواستم حواستون باشه، علت که این سوال گذاشتم برای اینکه حتما حواستون بهش باشه. بله اینجا هر دو گزینه میتونه چیز بشه. بفرمایید. ولی من اون بسیاری رو برای بی ضرر گرفتم، یعنی دیگه حساب نکردم برای پروکاریوتنشون. نه دیگه ببین، آخه وقتی شما از نظر ادبیاتیش دیگه، اینو از استاد ادبیات بعد بپرس، بسیاری از آنها X و Y هستن، یعنی بسیاری X بسیاری Y هستن، قابل تعمیم قید به هر دو تا صفت. اگه میگفت بله بسیاری بی ضرر هستن و پروکاریوتن، خب این درست میشد، ولی چون اینجا فعل بعدش اومده قابل تعمیم هست. این دیگه بحث ادبیاتیه. آره ممنون استاد، قربان شما. موبین پرسیده که موبین سوال تو جواب میدم بعدم چون الان مربوط به درس نیست، ولی بله خب حالا بعدم واسه بچه‌ها میگم که متوجه بشه. خب عرضم به خاطر شما که این از این. خب سوال 10 حل کنید. بله حتما محمد متین، حتما سوال های تو پنل هم جواب داده میشه. چرا تو قسمت بچه ها جزوه که برید تو قسمت کلاس، همون صفحه اول، همون صفحه ای که قبل از ورود به کلاس هستش، اونجا تو قسمت جزوه میتونید فایل جزوه رو داشته باشید. خب کی میاد سوال 10 رو؟ بیاید ببینم. درصد ها
سلام سلام. استاد، من مهدی اکبری هستم. خب خیلی خوش آمدی مهدی، بگو ممنون سوال استاد. کن. خب استاد، سوال ده گفته که دانشمندی که نخستین بار بر روی بیماری آنفولانزا کار میکرد، خب آنفولانزا ما میدونیم یه ویروسه، گفته متوجه شد که یاخته های بدن جاندار پس از مبتلا شدن به این ویروس تا مدت رفتار غیر طبیعی نشان نداده و سپس ناگهان یاخته های کیسه های هوایی فعال شده و اقدام به تولید ویروس میکنن تا جایی که یاخته از بین میره. گفته که چند مورد از عبارت های زیر در مورد آزمایش های او درسته. خب استاد، گزینه الف گفته که ویروس ها میتونن مدتی همزمان با یاخته تکثیر بشن، خب درسته؟ به خاطر اینکه گفته که تا مدت رفتار غیر طبیعی نشان نمیدن، بنابراین اگر یاخته یه در واقع خود بدن ما در حال تقسیم شدن باشه، اونم همراه با ما تکثیر میشه، اما خب در واقع علامت نشون نمیده از خودش، بنابراین گزینه در واقع گزینه الف درست هست. میریم سراغ گزینه ب. باریکلا، پس قسمت اول مربوط به چیه؟ این مدتی غیر رفتار طبیعی نشان نداده، یعنی دوره کمون، دوره ای که ما علائم نداریم ولی مبتلا شدیم، مثل ویروس ایدز. خب توی اون دوران میگیم ویروس همزمان با یاخته تکثیر میشه، اینطوری نیست که اصلا تکثیر نشه، همزمان با یاخته داره تکثیر میشه تا زمانی که بره تو اون فاز کشندگیش. خب به بعد قسمت به گفته که ویروس ها درون کیسه های هوایی ساختار جامد و بلوری دارن تا زمانی که اقدام به تکثیر کنن. خب استاد، توی قسمت بالا گفته سپس ناگهان به در واقع یاخته های کیسه های هوایی فعال شده و در واقع اقدام به تولید ویروس میکنن. خب استاد، اگر که الان یاخته های کیسه های هوایی ویروس داخل شده باشه و وارد شده باشه، که دیگه الان حالت جامد و بلوری نداره، الان دی ان ای شو وارد در واقع هسته یا دی ان ای در واقع سلول میزبان کرده و منتظره که تکثیر بشه، بنابراین گزینه ب نظر من نادرسته. خب ببین، یه نکته رو بهش توجه نکردی مهدی، گفته ویروس ها درون کیسه های هوایی، نه یاخته یه کیسه هوایی. خود کیسه هوایی چی بود؟ کیسه هوایی اون کیسه هایی بودن که توی شش قرار گرفتن، آلوئول ها که در انتهای نایجک ها بودن که اینجا تبادل هوا انجام میشد، گازهای تنفسی تبادل میشد. میگه مادامی که ویروس اینجا باشه ساختار جامد و بلوری داره، بله، چون خارج از یاخته محسوب میشه، تا اینجاش که درسته. اما تا زمانی که اقدام به تکثیر بکنه این قضیه رو حفظ میکنه یا نه، این تیکش رو باید بررسی کنی. خب گفته که تا زمانی که اقدام به تکثیر بکنه یعنی جامد و بلور هست. خب استاد، به نظر من این تیکش اشتباهه، به خاطر اینکه وقتی که بخواد اقدام به تکثیر بکنه باید بره در واقع داخل اون یاخته های در واقع کیسه هوایی، و وقتی رفت داخل یاخته ها اون موقع باید بره در واقع اون موقع هم حالت بلوری خودش رو از دست میده، به خاطر اینکه باید بره دی ان ایشو وارد اون ساختار و دی ان ای یاخته میزبان بکنه و بعد بیا تکثیر بشه. باریکلا، این گزینه اشتباهه. باریکلا، اگه من بخوام به این یک بعد مرحله ای بدم، از اولم تو گفتی اشتباه، حرفت درست بود، فهمم علت اشتباه بودن شما هم اوکی بشیم. مرحله اول نگاه کن این کجاست، تو کیسه هوایی ما هستش. تو مرحله دوم بعد وارد یاخته کیسه هوایی بشه، توی مرحله سوم بعد تکثیر بشه. این از آخر شما که این توی این مراحلی که ما داریم، یک دو سه که داریم، گفته شده این از مرحله یک تا سه چیه؟ تا زمان تا سر سه چیه؟ جامد و بلوریه. در صورتی که وقتی تو مرحله دو هستیم، یعنی وارد یاخته میشیم، ساختار جامدمون رو میذاریم کنار. خب تغییر ساختار بلوری. خب چرا تغییر ساختار بلوری داریم؟ چون دیگه اون کپسید جدا شده، بیرون از سلول رها شده، اون ماده ژنتیکیش اومده وارد ماده ژنتیکی سلول ما شده، پس توی اون زمان میتونه فرم غیر جامد هم داشته باشه، بخاطر همین گزینه ب غلط میشه. خب گزینه پ. خب استاد، گزینه پ گفته که ویروس آنفولانزا همانند عامل سینه پهلو، خب سینه پهلو عاملش یک باکتریه، گفته از منابع و ساختارهای درون یاخته برای تکثیر استفاده میکنه. خب از منابع درسته، اما خب توی نکته ترکیبی که شما گفته بودید که در واقع ویروس ها میان باعث تخریب ساختار یاخته میشن، اما باکتری ها بیماریزایشون در واقع به این شکلی که فقط از منابع استفاده میکنن و ساختارهای درون یاخته رو بهشون کاری ندارن، بنابراین این گزینه هم گزینه اشتباهی هست. باریکلا، ببین پس ما باکتری سینه پهلو که میشه باکتری، این از منابع استفاده میکنه، ویروس
از هم منابع استفاده میکنه، هم از ساختار استفاده میکنه. و در مورد باکتری هم من نگفتم فقط بیماریزایش از منابع، اون مدلی که میره درون سلول، انگل درون سلولی میشه، اون مدل فقط از منابع استفاده میکنه. ممکنه هم از سم تولید کنه. خب حواستون باشه، باکتری ممکنه هم از سم تولید کنه که حتی عامل سینه پهلو با سم نیست، با همون تکثیرشه. پس گزینه پ هم غلط میشه و جواب میشه چند؟ میشه گزینه یک. باریکلا، مرسی. ممنون استاد، خسته نباشید. سلامت باشی. خب این هم یک سوال خوب دیگه. سوال 11 رو حل کنید. بپرس امیر جان، سوال داری بپرس. بچه ها الان مثلا این درصد ها خاطرتون باشه، الان بچه ها من میدم گزینه های درست مثلا 30%، 40%، 50% دارن درست میزنن. همین درصد ها برسیم به جلسه یک، الان جلسه یکیم دیگه، این دوم جلسه که برگزار کردیم، برسیم به جلسه سه، اینا همش بیاد بالای 70-80%. اینقدر شما مسلط میشین، چون واقعا هیچی نداره. یعنی شما همه مطالبی که گفتیم همش بارها بارها باید تکرار بکنیم و تو ذهن جا بیفته. انقدر آسونه، هیچ چیز سختی نداره. هر جایش بچه‌ها متوجه نشدیم، بگی یکی میگه مثلا من مبحث مثلا ویروس رو خوب نفهمیدم، دوباره من برات از اون نمودار جمع‌بندی می‌کنم. خودت هم میتونی بشینی هی نمودارا رو بارها بخونی، حتما از خودتون برنامه مرور بذارین توی هفته، حالا با مشاورتون هماهنگ بکنین. حداقل شما سه روزتون رو برای زیست در نظر بگیرید که روز اول یه درسی رو مطالعه می‌کنید، تو روزهای بعدی که بهش در نظر گرفتیم مرور بکنید. حتما این مرور نمودارها خیلی تو ذهنتون جا میندازه. خب گفته جانداری که پوسته بیضی با سوراخ‌های فراوان داره، این کی هستش؟ یک نوع آغازیه، جزء تصاویر کتابتونه دیگه، یه بیضی شکل سوراخ‌های ریز داره. خب گفته توانایی فتوسنتز دارد، جزء کدوم هاست؟ اونایی که تو صنعت دارن استفاده میشن. پس فتوسنتز نداره، جلبک نیست، پوسته داره. خب عرضم بخیر شما که پس توانای فتوسنتز که هیچ، با هاگ تقسیم میشه. هاگ مال کیاست؟ مال قارچ و گیاهانی مثل خزه و سرخس و اینهاست. پس هاگ هم میذاریم کنار. بدن بند بند داره؟ نه، بدن بند بند هم نداره. بدن بند بند مال کجاست؟ مال جانورانه، مال جانورانی مثل جانور بی مهره، مثل بند پایان. آزم خواهد شما که در صنعت شیشه سازی استفاده میشه، بله، چون تو پوستش میتونه چی داشته باشه؟ سیلیس داشته باشه. تموم شد و رفت به همین راحتی، به همین خوشمزگی. آب خوردن چرا نمیتونه فتوسنتز کنه؟ چون این عکس، این داره به عکسی از کتاب اشاره میکنه که عرضم بخواهد شما که مربوط به جانداران چی هست؟ تو صنعت شیشه سازی هستش، عکس کتابتونه. نه دیاتوم نیست مبین، دیاتوم نیست، دیاتوم پوسته نداره، دیاتوم مثلا سبزه. خب اونایی که سبزن، اونایی که فتوسنتز میکنن، پوسته چیز ضخیم نمیتونن داشته باشن که بتونن مواد رو از محیط بگیرن. خب سوال 12 حل کنید. این سوال 12 و 13 رو حل کنیم، سوالای این جلسه اولمون تموم میشه، یک تیکه درسنامه‌اش مونده، اونم بگیم و بریم سراغ جلسه دومون که خیلی کار داریم. گیاهی رو میخوام برات یه جوری ببندم که دیگه تا عمداری گیاهی غلط نزنی. چرا آریانا؟ چرا؟ کدوم سوال؟ مثلا آریانا اگه میتونی بیا مثلا این سوال رو حل کنیم، اگه میتونی درخواست بدی بیا بالا. خیلی مبحث، فصل خوبی اصلا، آسونه. بذار برسیم اون جایی که باهاش ژنتیک قاطی میکنیم. یه جلسه داریم اصلا مختص ژنتیک و نکات ترکیبیش با بقیه فصل هست. جلسه قوقا میشه، قوقا. خب ادمین آریانا، ببین اگر آریانا وصل شد دسترسی بهش بده، درخواست بده آریانا.
خب در صدا خب نیومدی یار، جناب سوال بعدی رو بیا من برم که سرعت از دست ندیم. خب عرضم به خدمت شما که نوع قارچ میکروسکوپی که باعث ریزش موی سکه‌ای بر روی بدن گربه می شود. اونایی که حیوان خونگی دارن، کیا حیوان خونگی دارن بگید برام. عرضم به شما که اونایی که حیوان خونگی دیدن دارن، یعنی خیلی از این قضیه میترسن، چون دیگه یه بار اینو تجربه کرده باشه میدونن که وقتی یه مثلا حالت یه نقطه ای یک بخشی از این پوشش موییشون مثلا سکه ای یا دایره ای یا بیزیشه ریزش پیدا میکنه، میگن آخ 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 چی گرفته؟ قارچ گرفته، قارچ، و اون قارچ قابل انتقال به انسان هم هست. خب ای بابا چرا باران میگه توتی داشتیم مرد. ایشالله که واقعا عرضم خیلی شما که واقعا واقعا اینو جدی میگم بچه ها، واقعا حیوان خونگی بعد از یه مدتی انقدر با آدم عزیز میشه، یه بخشی از به قول معروف خانواده میشه واقعا. و عرضم به خدمت شما که ایشالله که حتما یه دونه جدید بگیرید و یه توتیه دیگر رو خوشبخت کنید. عرضم به خدمت شما که ما ماشاءالله پرنده بازا خوبن، تعداد زیاد داریم. آخه سلامم میکرده. خب عرضم خواهد شما که خب گربه کسی نداره بریم. عرضم خواهد شما که اینا از اینا میترسم. خب چرا؟ چون قابل انتقال به انسان هستش. تو بررسی انجام شده توسط یک دامپزشک این قارچ روی پوست انسان نیست، انسان بیماریزایی نمی کند. خب حالا صورت سوال منده گفته که این قارچه روی پوست انسان بیماریزایی نمی کنه. خب معمولا قارچه‌ای که هستن این اکثر اتفاق میفته که میکنه. حالا میخوام ببینیم علتش چیه. گفته در صورت قرار گرفتن این قارچ روی پوست اما بعد از مدت به صورت کامل از بین میره. گفته کدام علت پیشنهادی نمیتواند درست باشد. ما میخوام ببینیم که کدوم. امیر محمد میگه من دارم. خب عرضم بخیر شما که ببینیم که کدوم علت پیشنهادیمون نمیتونه درست باشه. گفته عوامل محیطی مثل پیهاش بدن انسان برای قارچ نامناسب است. بله اگر عوامل محیطی پیهاش روی بدن انسان مثلا زیاد باشه، اسیدی باشه یا بازی باشه، خب این میتونه چی باشه؟ به قول من واسه باکتری ما، واسه قارچ ما، واسه هر عامل میکروارگانیسمی که میخواد رو بدن ما یا داخل بدن ما رشد کنه میتونه حساسیت برانگیز باشه. کلا بچه ها هر موجود زنده، این نکته رو یادداشت کنید، هر موجود زنده خب نیاز به شرایط مساعد داره، چیزی که ما امروز توی گیاهان هم در موردش صحبت میکنیم. شرایط مساعد یعنی چی؟ یکی از شرایط مساعد دماه، یکی از شرایط مساعد غلظت مواد در محیط هست، یکی از شرایط مساعد دیگه پهاشه که میزان اسیدی بودن محیط رو مشخص میکنه، یه شرایط دیگه هم هستش که تو محیطمون خیلی مؤثر هستش و اینها روابط بین گونه هاست، بین گونه و درون گونه. خب اینا جز شرایط مساعد ما هستش که عرضم بخواهم شما که باید بررسی کنیم ببینیم که چه جوری. حالا اگر پی‌هاش تغییر بکنه یعنی چی؟ مثلا اگر من یه باکتری به خصوص ور دارم، مثلا لاکتوباسیل، باکتری که توی محصول پروبیوتیک استفاده میشه، این باکتری لاکتوباسیل رو ور دارم بذارم توی پی‌هاش مثلا خیلی اسیدی، یعنی پی‌هاش مثلا یک، خب پی‌هاش یک خیلی اسیدیه دیگه، درسته؟ هرچند از سمت 7 ما به سمت 1 حرکت کنیم اسیدی میشه، به سمت 14 بریم بازی میشه، درسته؟ بیا بریم شوی پی‌هاش اسیدی، اون باکتری از بین میره. چرا؟ چون اون باکتری مثلا باید رو پی‌هاش مثلا 3 تا 7 زندگی کنه. خب هر کسی یه درصد پی‌هاش مشخص داره. بدن درون بدن انسان ما پی‌هاش خون چقدره؟ پی‌هاش خون 6 و 8 دهم تا 7 و 2 دهم، یعنی خونسا تقریبا. مثلا این پی‌هاش برای من مناسبه. از این اسیدی تر یا بازی تر بشه برای من چی میشه؟ آسیب ایجاد میشه. بله ثانیه جزوه ما رو بخونی خیالت راحته، اصلا نگران نباش. خب این پس پی‌هاش جز عوامل محیطیه. شما حتی اگه نظری پی‌هاش هم خود عوامل محیطی که مثال زده به اندازه کافی
جمله رو درست میکنه، عوامل محیطی میتونه باعث این قضیه بشه. این که بس درسته، ما دوباره نادرست میگردیم. قارچ های روی پوست بدن انسان با قارچ های بیماریزا رقابت میکنن. بله بله بله، چرا؟ روابط بین گونه ای تموم شد و رفت، تموم شد و رفت آقا، رفت، الان دیگه سر کوچه است، تموم شده. چرا؟ ببین ما میگیم که جزء شرایط مساعدمون باید بتونیم روابط بین گونه ها رو بررسی کنیم. روابط بین گونه ها چیه؟ رقابت مهمترینشه. من بر سر منابع رقابت میکنم. من اصلا یه قارچی ام، یه باکتری ام، اصلا واسه من مهم نیست کجا دارم زندگی میکنم، ولی همین که یکی دیگه میخواد بیاد مواد غذایی منو بخوره، من سعی میکنم بیشتر بخورم، بیشتر مصرف بکنم که چیکار کنم نذارم اون رشد بکنه. این میشه رقابت. خب پس اینم قطعا گزینه درستیه، اینم میذاریمش کنار. گزینه 3، آنزیم های موجود در عرق انسان دیواره یاخته‌ای آنها رو تخریب میکنن. بچه ها ببینید، ما دیواره یاخته‌ای رو برای باکتری داشتیم، این جمله عبارت رو برای باکتری داشتیم. آنزیم هایی داریم که دیواره باکتری رو از بین میبره، ولی از اونجایی که میدونیم که قارچ هم دیواره یاخته‌ای داره، این هم میتونه درست باشه. ما یه سری آنزیم داریم که دیواره یاخته‌ای از بین میبرن، خب مثل لیزوزیم، خب مثل لیزوزیم این کارو انجام میده. خب حالا اسمش مهم نیستش، ولی بدونید که آنزیم هایی وجود داره در داخل عرق، اشک، بزاق، مایعات. خب اشک، عرق، بزاق چی میشه؟ عرضم خدمت شما که منجر به این میشه که دیواره یاخته ای رو تجزیه بکنه. حالا این واسه باکتری صفر میکنه، ولی چون قارچ هم دیواره یاخته ای داره میتونه درست باشه. اما گزینه 4 چیه که به ما اطمینان خاطر بده که گزینه 3 رو قطعا ردش بکنیم؟ گفته روی سطح بدن انسان برای رشد قارچ‌های پریاختهی مناسب نمی باشد. کی همچی حرفی رو زده؟ درسته من قارچ بین انگشتان پام قارچ میکروسکوپیه، یا اینجا گفته یه نوع قارچ میکروسکوپی که موجب قضیه میشه، ولی کی گفته که قارچ پریاختهی نمیتونه زندگی بکنه؟ همچی چیزی اصلا گفته نشده تو کتاب درسی. چه ممانعتی وجود داره میتونه قارچ رشد کنه؟ هیچ مشکلی نداره. پوریا میگه من اولین بار اومدم، خوش آمدی پوریا جان. فاطمه گفته از کات خارج شم. چشم فاطیما، از کات خارج میشم. به این داشتی میخندیدی؟ عرض آخر شما که پوریا گفته که من جزوه، ببین پوریا جزوه توی قسمت جزوات قرار میگیره، اگه حالا با آخر کلاس امتحان بکن، اون قسمت صفحه اول ورودت اونجا هستش، فصل جزوه جلسه 1 و 2 این 0 و 1 در اصل الان اونجا وجود داره. آها اشکال سانیا میگه، ببین سانیا اگه صفر یه وقت، حالا من میگم پاک کنم واسه سوال بعدی گزینه ها رو، ولی اگه وقتی صفر نبود شما گزینه بعدی رو بزنی عوض میشه گزینت دیگه. خب اوکی، خب ای خط انداخت ای بیبا. خب سوال 13، قربان شما گفتن چه خوش تیپ بابا، ما دیگه از قیافه افتادیم، ولی ایشالله پر ای تی پی برمیگردیم. آدم واسه اهدافش بعد بچه ها چیکار کنه؟ تلاش کنه. من امسال میخوام این هدف رو بذارم لاغر کنم، شما میخوای هدف بذاری قبول بشی، ببینیم به اهداف اون میرسیم یا نه. فاطمه پرسید باز دوباره جزوه رو متن کرد. بچه ها تا آخر جلسه تست کنین، شاید چون الان در حال برگزاری کلاس هستیم جزوه رو نمیتونم بذارم، تا آخر کلاس تست کنین، حتما هستش، نگران نباشید. باریکلا امیر محمد، باریکلا امیر محمد میگه من لباس المپیاد میخونم، خیلی کار خوبی میکنیم. من خیلی از دانش آموزای المپیادی دارم و واقعا خیلی خوبه، ولی خب بقیه بچه ها هم باید برسن. هیچ کدوم از دانش آموزای دکتر جهانی هیچ فرقی بینشون نیست، همه باید تاپ بشن، همه باید صد بزنن، همه باید نمره 20 بگیرن. اون اکثر دیدی براتون گذاشتم دیروز، نمرت با دکتر جهانی 20. خب سوال 13، کی میاد بالا؟ اصلا نترس فاطیما، این سوالا آب خوردنه. بیا فاطیما خودت بیا بالا، آریانا، فاطیما، بچه‌ای که میگن ما از سوال میترسیم، بیاین بالا سوال حل کنیم. اینجا اصلا کلاس جای اشتباه کردنه، اینجا پیش من اشتباه کنی هیچ ایرادی نداره، مهم اینه که تو آزمونت
قهرمان بشی. بذاریم بچه های دیگه اگه میان. بچه درخواست بدیم. سروشو بیا. سروشو بیا. هی. نه مهشاد گروه نداریم، توی اینستاگرام منظورم بود. آیدی اینستاگرام اون اول سربرگ پیج هستش، سربرگ جزوه هستش. خب سلام استاد. سلام سلام. بریم سوال حل کنیم. بله چش. میگه دو نوع آغازی A و B پیدا کردیم، کدام گزینه به ما نشان میده که قطعا این دو آغازی همگونه هستن؟ خب بریم ببینیم. خب استاد بله، گزینه یک میگه در نام علمی یکی از دو بخش اسم آنها یکسان است. خب استاد گفتیم نام علمی یکیش جنس یکیش گونه است. خب اگه جنس یکی باشه احتمالش هست گونه یکی نباشه، و اگه گونه یکی باشه جنس یکی نباشه که اصلا امکان پذیر نیست، پس گزینه یک غلطه. خب باریکلا. پس بعد اگر هر همگونه هستن بعد نام علمیشون باید یکی باشه. خب بله. خب. بعد چه گزینه دو میگه با یکدیگر تولید مثل کنند و آغازی حاصل تا سن تولید مثل عمر کنند. خب استاد اینم غلطه، چون ما گفتیم تا سن بلوغ بتونه توانی عمر کردن داشته باشه. همونو دیگه چه فرقی میکنه بلوغ و تولید مثل؟ فرقی میکنه بلوغ و تولید خب مثل؟ فرقی نمیکنه، ولی لزوما هر کی به تولید مثل میرسه برای ما ملاک باید یه شرط دیگه هم باید داشته جاندار باشه، زیستا و زایار هم داشته باشه. آفر، این یعنی زیستاه، کسی که تا سن تولید مثل همون بلوغه، این فرقی نمیکنه، این همون بلوغه. بله. ولی این شرط کافی نیست، این باید به علاوه یه چی بشه، زایا بودن بشه، که این نگفته، پس این گزینه هم غلط میشه. خب بله. گزینه سه میگه شرایط مساعد برای رشد هر دو آغازی یکسان است، که اصلا با هم دیگه مرتبط نیست استاد. گزینه سه بله، و میتونن اصلا توی یه جا توی یه مکان با شرایط مساعد رشد کرده باشن ولی همگونه نباشن. گزینه چهار میگه زاده های حاصل از آمیزش آنها خود نیست توانایی تولید مثل زاده های جدید داشته باشن. دوستان این کاملا معنی زایار هم به ما میرسونه و گزینه چهار میشه. باریکلا. پس بس گزینه سه به این علت رد شد که ممکنه مثلا شما چم یه قارچ و یه باکتری، یه قارچ و یه جلبک، یه ارزم بخوام شما جانور بی مهره و مهردار، هر چیزی میتونه توی محیط شرایط مساعد یکسانی زندگی بکنه. همشون مثلا ممکنه شرایط مساعد یکسانی داشته باشن، جفتشون مثلا دریاچه دوست داشته باشن، جفتشون برکه دوست داشته باشن، جفتشون مزرعه دوست داشته باشن. خب این پس ملاک نیست، چون شرایط مساعدشون یکیه ملاک نیست. اما بعدی که گفته زاده های حاصل از آمیزش آنها خود نیست توانایی تولید زاده های جدید داشته باشن، این هم داره توانایی زیستا بودن و به سن آمیزش رسیدن داخلش داره، هم داره میگه که آقا بتونه زاده های جدید بیاره، پس زایا بودن رو داره، پس این قطعا گزینه درستیه. درست. باری کلا این سوال خوبه که 100% بچه‌ها گزینه 4 زدن و درستن. باری کلا دمت گرم سروش جان. ممنون استاد، خسته نباشید. بریم سراغ درسنامه‌مونم. ببینیم کجاش مونده بود. اینا رو که گفتیم، نکته ترکیبی اینم که گفتیم، فکر کنم آغاز سر آغازی بودیم، درسته؟ آغازی و قارش مونده بود. خب نه با ناراحت نشدم، اتفاقا خوشحال شدم. بعد اون که گفته خوش تیپی داره میگه که شوخی کردم، میگم نه اوکی خیالت را، من اصلا هیچ چیز ندارم، با من راحت باشی، هر چقدر دوست داشتین شوخی بکنی، جنبم بالاست. خب آها، و این سر بچه ها میگن کنارم اطرافمون شلوغه بخاطر اینکه میکروفون بسته میکنم، اشکال نداره. این بچه ها این همین موجوداتی هستند که تو صنعت استفاده میشن، این آغازی هستند که تو صنعت استفاده میشن، هم مدل دایره ایش هست هم مدل بیزیش هست، چون کتاب نیومده تفکیک کنه هر کدومشون چیه، شما کاری نداشته باشین که جنس کدومشون، سیلیس کدوم، آهکه، جفتشون ممکنه موادش باشن که در صنعت به کار میرن. صنعتی هم که شما مثال زده به خاطر سیلیس چیه، شیشه سازی هستش. دقت بکنید بچه‌ها، ماسه
ماسه، دقت بکنید ماسه هم تو شیشه سازی به کار میره چون سیلیس داره. این از بحث زمین شناسی قابل ترکیبه با این موضوع، تو دوره جامعه در موردش تست زده بودیم، اینو حواستون بهش باشه. اسفنج ها هم قطعات سوزنی شکلی دارن که میتونه از جنس آهک، سیلیس یا مواد پروتئینی باشه، اونا هم بس میتونه توی شیشه سازی به کار بره. خیلی خب، جلبک ها، جلبک ها بچه ها سریع مرور بکنیم، توانایی تولید فتوسنتز دارن، تولید اکسیژن میکنن، کربن دی اکسید مصرف میکنن، غذای جانوران آبزیان مثل کیا، مثل ماهی ها، انواعشون چیه؟ تک یاخته ای، پر یاخته ای، تک یاخته ای مثل کی؟ دیاتومه. پر یاخته ای کیه؟ جلبک سبز. جلبک سبز، خب جلبک سبز، جلبک قهوه‌ای، جلبک زرد، همشون پریاخته‌ای هستن. اساس طبقه بندیشون بر اساس رنگ‌ها هستش، پس اساس طبقه بندی کیا پریاخته‌ای ها. همینجا برات نکته ترکیبی در آوردم، پس حواست باشه اساس طبقه بندی جلبک‌ها که میگیم رنگه درسته، ولی واسه کیا؟ جلبک‌های پریاخته‌ای، جلبک تکیاخته‌ای، اون فیتوپلانکتون کوچولویی که هست رو اونو با رنگ نمیتونی طبقه بندی کنی ها. برای طبقه بندی اون بری سراغ مولکول های اطلاعاتیش، یعنی دی ان ایش. باریکلا بیا اینجا. خوراکی، مدل خوراکیش چیه؟ آگاره. مدلی که برای محیط کشت استفاده میکنیم چیه؟ اونم آگاره. میری سوشی میخوری جلبک رو برات میپیچن چیه؟ آگاره. میری محیط کشت باکتری کشت بدی؟ آگاره. خب موارد استفاده، تولید سوخت‌های پاک، مواد بهداشتی، مکمل‌های غذایی به ویژه ویتامین‌ها. ویتامین‌ها پس نوعی آغازی می‌تواند همانند برخی از باکتری‌های همین توانایی تولید ویتامین دارند. درسته. کدوم ویتامین حالا باکتری مد نظرشه؟ باکتری‌های همزیست روده. پس مثل کی؟ مثل باکتری‌های همزیست روده انسان و سایر مورد. تموم شد و رفت، داره میره بچه ها، دیگه خیلی داره دور میشه. روش های تامین انرژی چیه؟ مصرف کننده، تولید کننده، مگه غیر از این هم داریم؟ نه. اما مرور میکنیم، مصرف کننده کی بود؟ اونی بود که ماده عالی رو میگرفت، ماده عالی رو دریافت میکرد و از ماده عالی برای خودش ATP میساخت. درست؟ تولید کننده کیه؟ اونیه که مواد معدنی میگیره به علاوه انرژی و ازش چی میسازه؟ آلی میسازه که از آلی بره واسه خودش ATP بسازه. دقت کن، یک گیاه فتوسنتز کننده نمیاد از انرژی نور خورشید ATP بسازه، میبره انرژی نور خورشید رو میکنه اول گلوکوز، از گلوکوزش ATP میگیره. پس همه این تیکه آلی به ATP رو دارن. آلی به ATP کار کیه؟ کار راکیزه. راکیزه کیه؟ میتوکندری. تموم شد رفت. آه تمام. خب چرا نوشتی انرژی؟ چرا نگفتی نور؟ دکتر جهانی چی کار میکنی با من؟ چرا هم چی کاری میکنی تو آخه؟ بگو چرا. نمیگی چرا. میگم انرژی نوشتم. چرا؟ چون اگر فوتو اوتوتروف باشه، فوتو چی؟ اوتوتروف. فوتو اوتوتروف چی کار میکنه؟ از نور استفاده میکنه. اگر کمو اوتوتروف باشه، به انرژیشو از نور نمیگیره، از مواد شیمیایی معدنی میگیره. الله اکبر. پس چه تو مصرف کننده باشی، چه تولید کننده باشی، باید راکیزه رو داشته باشی. ولی هر کی تولید کننده است لزوماً کروپلاست نداره. چرا؟ چون میتونه کموسنتز بکنه، کموتوتروف باشه. بله دست نویسم قرار میگیره، نگران نباشید. یه اتفاقاً نگران جزوه‌نون بچه‌ها، نگران نباشید، بیاید تو کلاس، همش در اختیارتون قرار میگیره. خب برخی از اینها گفتیم پوسته سیلیسی در سنت شیزدی به کار میره. تو آبای راکت اینا رو میبینیم، محیط مناسب بر رشد انواع آغازیان محیط آب راکت، توش آغازیان متحرک میبینیم مثل آمیب، حرکت آمیبی شکل،
آمیبی شکل چه شکلیه بچه ها؟ آمیبی شکل رو یادته به من بگی، باری کلا بیا با هم ببینیم. این اگه یه سلول باشه، این هستش باشه، آمیب چیکار میکنه؟ یه قسمتی از این سیتوپلاسمشو میده به یک سمتی، به یک نقطه ای هولش میده، یه قسمت سیتوپلاسم اینجا رو اینجا اتکای ایجاد میکنه، کل سلول رو به اون سمت میکشه، سلول میاد به اون سمت، کشیده شد به اون سمت. خب یه حرکت دیگه هم انجام میدن اینه که آمیبی شکلن، درونبری میکنن، یه چیزی رو میخورن از بیرون. چه شکلی؟ دو تا زائده پامانن ایجاد میکنن، اینجا اون ماده هست، ناکن شبیه آدمک شد، اینو میکشه داخل خودش، این دو نقطهش به همدیگه میرسن جوش میخورن، این هسته، اینم اون وزیکولی که تشکیل میشه و اون جسمه توشه و اینو میاد بعدا مصرف میکنه. درست؟ اینا پس کاری که اینا با پای آمیبی میکنن، پای آمیبی شکل، حرکت آمیبی شکل، اینا مخصوص کیه؟ آمیب و آغازیان هستن. پای کاذب، بله گفته میشه. فرم پوسته آغازیان هم بیزی داریم هم دایره‌ای داریم و اینا مثالن، اینا مثالن، میتونه انواع مختلفی داشته باشه، شما لازم نیست بگین حتما این دوتا سا، انواع مختلف، شکل‌های مختلف، گوناگونه، شکل‌های مختلف میتونه داشته باشه، اصلا شکل‌های غیر هندسی میتونه داشته باشه، اینا مثالن. همزیستیشون با کیه؟ همزیستی جلبک با قارچ میشه گلسنگ. گل سنگم، خب گل سنگ چیکار میکنه؟ گل سنگو بیا برات نکتهشو بگم، توی قارچ ها نکتهشو میگم. گل سنگ خیلی خوبه، ساختار عرضم بخواه شما که بذاریم پایین تر بکنم، گل سنگ خود پایین تره اینجاست. خب گل سنگو نگاه کن، گل سنگ رابطه همیاری قارچ تامین مواد معدنی میکنه و تامین مواد معدنی برای کی؟ برای جلبک، برای جلبک مواد معدنی رو تامین میکنه، چون جلبک میخواد فتوسنتز کنه دیگه. بعد چجوری این کارو میکنه؟ قارچ یه سری زائدهایی داره بهش میگن هایف، شبیه ریشه میمونه، زائده های شبیه به این ریشه، اینجا نوشتم به علت رشد ریشه مانند به اسم هایف درون سنگ ها باعث چی میشه؟ این زیرش اگه سنگی باشه به خاطر میشه میگن گل سنگ دیگه، چون رو سنگ میرویه، این رشته های هایف مانند میرن داخل سنگ نفوذ میکنن، سنگ خرد میشه به مرور و تشکیل چی میشه؟ تشکیل خاک میشه، خاک از سنگ. جلبک ها که فتوسنتز میکنن تولید کربوهیدرات میکنن، هم مواد مورد نیاز خودشون تامین میکنن، هم مورد نیاز قارچ رو تامین میکنن. این گلسنگ نسبت به آلودگی هوا حساسه، منبع غذای گیاهخواران هم هست مثل گوزن و رنگدانه های مختلفی داره که بعد از اینکه میمیره چی میشه؟ این رنگدانه ها از بین میرن، بعد از مرگ از بین میرون و در استخراج داروها نقش داره، مواد دارویی. اما خود قارچ ها نکاتی که در مورد خود قارچ باید بدونید، ساختارش مشابه ساختار گیاهی هستش، بدون توانایی فتوسنتز، ولی از شباهت هایی که میگیم مشابه یعنی چی؟ مثلا دیواره یاخته ای داره، اما دیواره یاخته ایش هم چیه؟ غیر سلولوزی، حواست باشه، از جنس کیتینه، لازم استش رو بدونم؟ نه. خوراکی، قارچ خوراکی، چه قارچی که داوتون مثال زده؟ قارچ چتری، همینا که خرد میکنی میریزی تو پیتزا. قارچ و گیاه شباهتش، آره همینو دارم میگم دیگه، هم یکیش دیواره یاخته‌ای هست، هم یکی دیگرش این که عرضم به خدمت شما که ظاهر شبیه سبزی هاست، چیزی که تو کتاب گفته شده، ظاهر شبیه سبزی هاست ولی با سبزی ها تفاوت داره. چرا؟ چون سبز دیسه یا کوروپلاست نداره، توانایی فتوسنتز نداره و چون از نظر مصرفی همراه با سبزی ها مصرف میشده، چون سبزیجات مصرف میشده، این شباهت رو داره. از نظر ظاهری باز دیگه شباهت‌های دیگه‌اش همین به زواد هایف میشه اشاره کرد که شبیه به ریشه هستن، به اون بدنه یا ساقش میشه اشاره کرد، خیلی از نظر ظاهری شباهت‌هایی دارن خب واقعا، ولی از نظر واقعی اینها یه فرمان رو جدا هستن، اصلا نمیشه با هم دیگه توی حتی فرمان رو قرار بگیرن. مدل آفت وجود داره براشون، آفت های گیاهی مثل چی؟
مثل لکه زرد روی برگ و سیاه شدن خوشهای گندم که اینها جزو آفت گیاهی میشن. آفت جانوری چیه؟ قارچ میکروسکوپیه بین انگشتان پا میشه آفت جانوری. تمام شد و رفت. برخی تکیاخته، برخی پریاخته، مخمر جز تکیاخته هامونه که به روش چی تقسیم میشه؟ به روش جوانه زدن غیر جنسی. ولی برخی دیگه شون به روش هاگزایی تقسیم میشن که میتونه هم غیر جنسی باشه هم جنسی هم میتونه باشه در بعضی موارد. کلا هاگزایی بچه ها هاگ هم غیر جنسی داریم هم جنسی. هاگزایی که تو هشتم مطرح شده برای قارچ ها هاگزایی غیر جنسی هستش. هاگزایی که توی خزه و سرخس مطرح شده تو فصل بعدی هاگزایی جنسیه. در مورد قارچ هم شما بگید میتواند جفتش باشه، ولی اگر توی سوالی فقط غیر جنسی در نظر گرفت هم درسته. اون دیگه بستگی به طراحتون داره که چقدر بخواد علمی برخورد کنه. نه مهشاد جان ما گروه نداریم فعلا، هنوز احساس نیاز برای گروه نکردیم، گروه نزدیم فعلا. بله مدارس سمپات من درس میدم، بچه‌ای که جدید اومدن نبودن جلسه قبلی که معارفه بود و اینا، بله من مدرس سال هاست، الان حدود یک دهه هست که من مدرسه سمپات کار میکنم. خودم دانش آموخته سمپات بودم، تو مدرسه سمپات هم دارم درس میدم، آموزشگاه برتر تهران کار کردم، امسال هم که در خدمت کلاسینو هستیم. و اینکه عرضم به خدمت شریف شما که گفته که آغازیان متحرک تاجکداران و مجکداران مثال بزنیم. ببین تاجکدار و مجکدار از کتاب درس سالها هست شده، از دوره ما هم عقبتر بود. خب یعنی خیلی این چیزی که داری میگی، هر کتابی که ازش داری میگی خیلی نظام قدیم داره، خیلی نظام قدیم، یعنی دو نسل نظام قدیم داره صحبت میکنه. تاجکدار و مجکدار برای شما حذف شده، شما لازم نیست بلد باشی، ولی بله میتونن انواعشون تاجک یا مجک داشته باشن. آغازیان قطعا مارا گفته جزوه شما رو فول بشیم سیست سمپات رو میتونی کنیم، قطعا اصلا خیالت بد راحت باشه. خب هیدر که اینجا نیست، هیدر جلوتر بچه. خب هیدر کیسه ده. خب بیماری‌های باکتری رو جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، اما این یکی رو بذار بررسی کنیم. گفته شده که برخی از انواع آغازیان همانند اسفنج ها میتوانند در صنعت شیشه‌سازی استفاده شوند، هر دو دارای قطعات سیلیسی هستند. تولید انرژی در همه یاخت‌های یوکاریوتی هوازی، نگاه کن یوکاریوت هوازی، اونایی که یوکاریوتی هستند و هوازی هستند، یعنی از اکسیژن استفاده میکنن، از اون مسیر اکسیژن راکیزه استفاده میکنن جانوران، گیاهان، آغازیان و قارچ‌ها، در چی انجام میشه؟ میتوکندری یا راکیزه انجام میشه. تولید انرژی در یاخته‌های یوکاریوتی غیر هوازی به صورت چی تخمیر انجام میشه؟ مثل مخمر. این فونت‌ها اینا نمیدونم چرا به هم ریخته، حالا من این فایل اصلی که بود اینو اصلاح می‌کنم. خب اینا که تکلیف بود که واسه این جلسه میفرستید، تکلیف تستی هم براتون قرار میگیره. این میگم تکالیف تستی چون چیز بود یه خورده اذیتمون کرد، این شد که دست ما جزوه نتونستیم امروز برسونیم، اگر نه اوکیه پس یکی دو روز آینده سعی می‌کنیم اوکی بشه که کامل دیگه بهتر کنیم. بله من دوره دوم هم کار میکنم. خب عرضم خیلی شما که تایم کلاس رو پرسیده فاطیما، تا ساعت 7:20 که نرمالمونه، تازه ما همیشه یکم بیشتر هم میریم. خب بریم سراغ گیاهی که خیلی کار داریم. حل کنید اینو برایشون صفر کرد. آره حل کنید سریع بچا. گیاهی رو الان میخوام براتون بتره کنم. آه مشکل نداره ثانیه، چند روز دیگه بفرست. میگه چرا زیستار خیلی تو ریاضی ها. ببین این یه مفهومه دیگه، از این بازی ها میشه کرد دیگه. مثلا سوال آزمون فورتیک رو دیده باشین، اگه فورتیک شکر بچه فورتیک هم خیلی سوالش خوبه. حالا فورتیک های قبلی که انجام شده رو من یه چند تا سوال از توش بعدا جلسات بعدی براتون از اونا که برگزار شده قبلا
براتون میارم که ببینی. ولی فکر کنم الان یکی یا دو تا آزمونش، فکر کنم یه چهارش برگزار شد دیگه، دو پنجش مونده. آزمون پنجش رو شرکت کنید، خیلی بهتون کمک میکنه، جزء شبیه سازای حرفه‌ای منه و قشنگ میتره کنی. کوتین، کوتین میشه اون لایه‌ای که روی برگ‌ها هستش. حالا الان چه تو این سوال اینو پرسیدی، روی لایه‌ای که روی برگ‌هاست میگن پوستک، که روی برگ‌هاست. الان همه رو توضیح میدیم. خب نمودار ون درباره گیاهان داده شده است. این نموداری که این نمودارهای اشتراکی رو میگن و در کل گزاره نمودار مربوطه از نظر علمی مورد تایید شما نیست. یعنی این اشتراکو داره میگه، اینا نمودار اشتراکیه. یعنی این دوتا مجموعه باید روی یک ویژگی با هم دیگه مشترک باشن. حالا ببینیم این ویژگی درسته. مثلا گفته سرو و کاکتوس، خب همه گیاها فتوسنتز میکنن، پس این که درسته. خب گفته ذرت و سرخس، ذرت جزء نهاندانگان چیه؟ تکلپه‌ای هستش، سرخس هم جزء گیاهان سرخس هست دیگه، هم از سرخس به بعد همه آوند دارن، پس این هم گزینه درستی هستش. گزینه سوم کاج و خزه. عرضم بخیر شما که گفته تکثیر با هاگ، فقط خزه است که با هاگ، کاج با دانه است، پس این غلط میشه، نمیتونه بچه مشترکشون باشه. عدس و گل انگشتانه هر دوتا جزء نهاندانگان هستن، پس هر دوتا جزء آوند دارن و آوند میتونه به دستجات رگبرگی داخل برگ دیده بشه، پس جواب میشه گزینه 3. بلد نبودی نکتهشو، هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. اون 30%ی که بلد نبودن، چون حدود 70% درست داده بودن. عرضم خدمت شما که بیا با من رو درسنامه تا برات بتره کنم. خب خب اومدیم اومدیم، الان یکم درسنامه میگیم، بعد لابلاش تست میزنیم که قشنگ خوب جا بیفته. عرضم به خدمت شما، آقا با من بیا جلو، بریم شروع کنیم، بریم شروع کنیم، خیلی کار داریم. عرضم به خدمت شما که یک گیاه رو بریم در نظر بگیریم. تا الان هر چی صحبت کردیم، هر چی عرضم به خدمت شما که مطلب بیان کردیم، خب مطالب بود که هم میتونست مربوط به گیاهی باشه، هم مثلا جانوری توش داشته باشه، هم قارچ داشتیم، هم باکتری، ویروس، چیزهای مختلف. الان تمام فوکوستو، تمام انرژیتو با من بذار رو گیاه. یک بار برای همیشه میخوایم گیاهی رو جمع کنیم بره. خب گیاهی چجوریه؟ گیاهی یک یاخته گیاهی رو در نظر بگی. من یک یاخته گیاهی هم، من امروز میخوام یک یاخته گیاهی بشم. برای تو یاخته گیاهی بشم چه اتفاقی برای من میفته؟ من اولین ویژگی که باید داشته باشم، باید دیواره یاخته‌ای داشته باشم. پس من یه سری ساختارهایی باید در من به وجود بیاد که من متمایز بشم از یاخته‌های جانوری. تفاوت‌هایی بین یاخته‌های جانوری و یاخته‌های گیاهی وجود داره و تفاوت‌هایی بین و شباهت‌هایی بین یاخته گیاهی و جانوری وجود داره. پس ما یه سری تفاوت داریم، یه سری شباهت ها. با هم بیا اول شباهت ها رو بررسی کنیم. شباهت یاخته گیاهی و جانوری چیه؟ هر دو تاشون قشای فسفولیپیدی دارن، تموم شد رفت. اگر به تو چیزی در مورد قشای فسفولیپیدی گفتن، از این به بعد برای تو درست محسوب میشه. چرا؟ چون هر دو تا قشای فسفولیپیدی رو دارنش. خب قشای فسفولیپیدی رو داریم، هسته هم حتما داریم. هسته ای داریم که دو لایه قشا داره. پس من یک دو لایه قشا دور ماده ژنتیکیمو در بر گرفته، چه در گیاه باشم چه در جانور. پس من هسته با دو لایه قشا رو دارم، قشای فسفولیپیدی رو دارم. قشای فسفولیپیدی چی داره؟ فسفولیپیده و بگو پروتئین. و این به این پروتئینه چی میچسبه؟ میتونه کربوهیدرات یا لیپید به این بچسبه، که اگه کربوهیدرات بهش بچسبه بهش میگن گلیکوپروتئین، چربی بچسبه میگن لیپوپروتئین. بلد باشم نه، ولی اینو بلد باش که اینا چی به وجود میارن. اینا انواع اقسام گیرنده های سطحی رو به وجود میارن. گیرنده های سطحی دارم، آنزیم دارم، پمپ یا کانال دارم، انواع پروتئین هایی که در قشای فسفولیپیدی دیده میشه. پس اینا چیزایی که هر چی دارم میگم الان که مربوط به این ویژگی ها هست، بین گیاهی و جانوری چیه؟ مشابهه.
هسته دارم، شبکه اندوپلاسمی هم دارم. شبکه اندوپلاسمی یا درمیان یافته ای شبکه‌ای که داخل سلول من قرار گرفته به صورت کیسه ها و لوله های به هم چسبیده ای هستش که مستقیما به هسته راه دارن. بنویس مستقیم به هسته راه دارن. باری کلا به تو، مستقیما به هسته راه دارن. خب وقتی به مستقیما به هسته راه دارن چی میگیرن؟ دستور میگیرن که چیکار کنن؟ دستور میگیرن که بره توی زبرش، شبکه اندوپلاسمی زبر. چرا زبره؟ چون رناتن داره. چی داره؟ ریبوزوم داره. بعد چیکار بکنه؟ ریبوزوم برای من چیکار بکنه؟ پروتئین سازی کنه. پس دستور بده پروتئین سازی بکنه. این که من شبکه اندوپلاسمی داشته باشم، مجموعه از کیسه ها و لوله ها که مستقیما به هسته رفت داده باشه، دستور هسته رو بگیره، یعنی کی؟ آر ان ای دستور هسته است. بلد باشم؟ نه. بیا با من بالا، بره تو مدل شبکه اندوپلاسمی زبرش. چون دو مدل داریم، یکی مدل زبر داریم، یه مدل زبر داریم، یه مدل صاف داریم. خب تو زبرش، چرا زبر بهش میگیم؟ چون تو نمای میکروسکوپی رناتنا روش چسبیدن، این رناتنا که چسبیدن پروتئین سازی میکنن. همه این ویژگی ها بین گیاهی جانوری چیه؟ مشابهه. اینجا نگاه کن، تو رو خدا اینجا نگاه کن، اینم جزء همیناست. ریبوزوم یا رناتن پروتئین سازی تموم شد و رفت. میتوکندری راکیزه دو لایه غشا داره. تولید ATP میکنه. از کدوم مسیر؟ در حضور اکسیژن O2 هوازی. هم جانوری هم گیاهی. تموم شد و رفت. دستگاه گلجی ریس کیسه یا وزیکول میسازه. تعیین میکنه چی؟ بسته‌بندی و ارسال. درون یاخته و بیرون یاخته. تموم شد. هم جانوری هم گیاهی. واکوئل یا کوریچه، هم جانوری وجود داره هم گیاهی. ذخیره نگهداری چیا؟ مواد تولیدی، مصرفی، دفعی، رنگدانه. مثلا چی تو جانوری چی میتونه باشه؟ بافت چربی. خدا نگهدار با این موضوع ها. نه کلا. حالا برو سراغ تفاوت‌ها رو بتره کن. بذار طراح هر چی میخواد بگه. بگو طراح عزیز من، بی نظیر من، هر چی خواستی طرح کن. چرا؟ چون من شباهت‌ها رو میدونم، تفاوت‌ها رو هم دیگه میخوام بلد بشم. دیگه هیچ نکته‌ای وجود نداره که تو بخوای من بگی که من نتونم حل کنم. واکوئل مرکزی تفاوته، ذخیره بیشتر میکنه. اما عزیز دل من، واکوئل مرکزی حجم بیشتری از یاخته رو میگیره، درسته؟ حجم بیشتره یاخته. بافت چربی هم همین ویژگی رو داره. بافت چربی پس یه استثناء از نظر چی؟ از نظر مرکزی بودن ها. ما واکوئل ها کوریچه رو توی بافت های غیر چربی هم توی جانوری ها داریم. مثلا بافت های مختلفی از بدن ما میتونن، مثلا اونایی که مربوط به قدرت هستن، میخوان یه چیزی ترشح کنن، میتونن واکوئل داشته باشن، یه مدتی ذخیره کنن مواد رو. خب اما خود بافت چربی که من اینجا واسه این مثال زدم، اینجا قددم می‌نویسم که تو اشتباه نکنی. خب این مدل از بافت چربی که خودش واکوئل کوریچه داره و شباهته، میتونه مدلش چی باشه؟ مرکزی هم باشه. چرا؟ چون حجم بیشتر یاخته رو میگیره. شکلش چه شکلی بود قبلا تو دور جامعه بهتون نشون دادم؟ این واکوئل اولش کوچولوئه، بخاطر این بهش اولش مرکزی نمیگیم، اولش کوچولوئه. چربی که میگیره هی میگیره توپل میشه، هسته رو میفرسته اون گوشه سلول، انقدر بزرگ میشه کل حجم سلول رو میگیره. خب بعدم شبیه مرکزی میشه. ATP بابا فاطمه زودتر بگو نمیدونی. ما این اصلا قانون اول کلاس ماست. ATP یعنی انرژی. آدنوزین تری فسفات فرم رایج انرژی در یاخته های بدن موجودات زنده است. ما انرژی رو نمیتونیم ببریم، گرما رو ببریم، مثلا این شعله رو روشن کنیم، اینو بی زحمت ببر این پروتئین رو بساز، بی زحمت این انرژی شه. خب تو بدنمون نمیتونیم شعله ایجاد کنیم، اونجوری باشه اینو کوره بعد بسوزونیم. چیکار میکنن؟ مواد شیمیایی به اسم آدنوزین تریفسفات به وجود میاد که پیوند پر انرژی بین فسفات داره، انرژی اون تو ذخیره میشه. هر جا بخوایم تولیدش بکنیم ATP تولید میکنیم، هر جا بخوایم مصرف کنیم ATP رو مصرف میکنیم و تجزیه‌اش میکنیم. ریبوزوم ارزم به خیر شما که چی هستش پرسیدن بچه ها، ریبوزوم یا رناتن مسئول پروتئین سازی هستش.
از پایه هفتم اونجا باش آشنا شدید. ولی اینطوری نیست که فقط مربوط به هفتم باشه، چون تو کل یاخته ها وجود داره دیگه. خب پس همیشه همه جا هست. کلورپلاست یا سبزدیسه از تفاوت‌های یاخته‌های گیاهی و جانوری هست. دولای قشا داره، سبزینی یا کلروفیل رو داره که یک رنگدانه‌ای که به فتوسنتز کمک می‌کنه. باریکلا. دیواره یاخته‌ای همون که اول گفتم، من گفتم یک موجود چیم؟ اگه بخوام یک یاخته گیاهی بشم مرات، اول باید چیکار کنم؟ اول باید یک دیواره یاخته‌ای داشته باشم. چرا؟ چون به عنوان یک یاخته گیاهی خودم نمیتونم استحکام داشته باشم، خودم نمیتونم به خودم شکل بدم. برای حفظ ظاهر و شکلم باید یه دیواره یاخته‌ای شکل من ساخته بشه دورم تا شکل منو حفظ بکنه. من اون توی این مایه پخش میشم. خب عرضم خواهش، این میشه دیواره یاخته‌ای. دور تا دور یاخته رو در بر گرفته، باعث چی میشه؟ کاهش نفوذپذیری انتخابی میشه. یعنی نمیذاره من با سلول دیگه، با یه دکتر جهانی دیگه کنار من باشه، نمیتونم باش به راحتی تبادل بکنم. چرا؟ چون بینمون دیواره کشیده شده، فقط و فقط از سوراخایی که بینشونه. به اون سوراخ‌ها چی میگم؟ میگم پلاسمودس. اسمشو بلد باشم؟ نه، اسمشو لازم نیست بلد باشی، ولی بینشون چیه؟ این سوراخ، شما اینو بلد باش. از اون سوراخ‌ها سیتوپلاسمشون با هم در ارتباطه، ارتباط سیتوپلاسم میدارن، اینو باید بلد باشی. عرضم بخدمت شما که باعث حفظ شکل یاخته میشه، استحکام گیاه رو به وجود میاره. جنسش چیه؟ سلولوزه. توی گیاهان دیوار یاخته جنسش سلولوزه. تو باکتری پپتید و گلیکان هست، ترکیباتی که اسمش لازم نیست بلد باشی، ترکیبات پروتئین قندی هستن. و توی ازانخشون قارش هم ترکیب کیتین هستش که اونم یه ساختار دیگه یه. اصلا اینها با هم دیگه فرق میکنن. پس شما اینو باید بدونی که باکتری و قاش دیواره چی دارن؟ دیواره غیر سلولوزی دارن. حالا ما دو تا پدیده داریم تو گیاهان که خیلی مهمه، دو پدیده مؤثر در وضعیت گیاه، تورژسانس و پلاسمولیز. اینا چیه؟ دقت کن، من میگم ساختار دیوار یاخته‌ای باعث میشه من نتونم شکل خودم به تنهایی نتونم شکلمو بگیرم. این مشخص میکنه که شکل من مثلا مستطیل باشه. خب حالا این سلولی که این داخل قرار گرفته میتونه چه اتفاقی براش بیفته؟ اگر داخل این پر از مواد بشه، این بنفشه مادن، یه عالم ماده توش قرار بگیره، غلیظ بشه، چه اتفاقی میفته؟ از بیرون آب میاد داخل. چرا؟ چون آب دوست داره از رقیق بره به غلیظ. به این چی میگن؟ به این میگن اسموز. خب آب میره داخلش. اگه آب بره داخلش و این سلول من چه شکلی بشه؟ این شکلی بشه، سلول باد بکنه. خب اینا هم داخلش هم. خب به این میگن چی؟ به این میگن تورژسانس. حالا اگه برعکس یه سلول داشته باشم که مثل همین باشه ولی غلظت بیرون بیشتر از درون باشه، آب دوست داره از رقیق بره به غلیظ، آب میاد بیرون، چه اتفاقی واسه سلولم میفته؟ سلولم نازک میشه. به این میگن پلاسمولیز. به عبارت دیگه سادش، لپ کلامیش، تورژسانس یعنی شادابی گیاه، پرآبی، پلاسمولیز یعنی پژمردگی، خمیدگی. خب اما نکته دیگه، طبقه بندی. تصویر قطع شد؟
داری صدا تصویر منو میبینی؟ بچه ها بگید ببینم صدا تصویر اوکیه؟ یه سری الان هنوز بکنم رفرش کنن، بچه هایی که قطعا رفرش بکنن تصویرشون اوکی بشه. مرسی مرسی. خب بریم ادامه بدیم. پس چی شد؟ من بخوام شاداب و پراب بشم چه اتفاقی باید برای من بیفته؟ باید من از درون غلیظ باشم، آب بیاد داخل، از محیط رقیق بیاد تو غلیظ که من چیکار کنم؟ پف کنم، ترژسانس کنم، سلولم بزرگ بشه، شاداب و سرحال بشم، استحکام گیاه خوب بشه، گیاه صاف وایسه. زمانی که بیرون غلیظ باشه، من از درون رقیق باشم چه اتفاقی میفته؟ آب از درون میره بیرون، سلول پژمرده و نحیف میشه، خم میشه، به قول معروف شاخمون میفته و پژمردگی میبینیم. طبقه بندی گیاهان بچه‌ها به چه شکلیه؟ طبقه‌بندی گیاهان با بر اساس اگه بهمون کلید دوراهیمون رو بیاریم اینجا بذاریم که تو فصل 11 خوندیم، تو هر مرحله یه اتفاق قرار بیفته. در مرحله اول کلید دوراهی که میایم اینجا میذاریم بر اساس چیه؟ بر اساس وجود یا عدم وجود آونده. من اولی که بیام گیاهان رو طبقه بندی کنم یه کلید میام میذارم، میگم آقا کیا آون دارن؟ آون چیه؟ آون یک سامانه لوله‌ای برای جابجایی مواد درون ساختار گیاه میشه، پیکر گیاه میشه. وجود یا عدم وجود آون منجر میشه که ما دو دسته گیاه داشته باشیم، گیاهان بدون آون، گیاهان آوندار. گیاهان بدون آون فقط به فقط شما چی رو میشناسید؟ خزه. گیاهان آوندار چی؟ میام اینجا به کلید دوراهی جدید میذارم. کلید دوراهی جدید من بر اساس چیه؟ بر اساس نحوه تولید مثل. اگر با هاگی باشم میشه سرقس، اگه با دانه باشم میشه دانه داران. پس نحوه تولید مثل کلید دوراهی ما خزن با هاگه. ولی چرا خزه اینجا جدا نشد؟ چون از یک به قول معروف موضوع با اهمیت تری جدا شده بود. آوندها سامانه بافتی نسبت به نحوه تولید مثلی اینجا میبینیم که با هم دیگه چیه؟ تفاوت خیلی عمده تری داره، خیلی اهمیت بالاتری داره. توی سوال ها دقت بکنیم، پس این میتونه ملاک باشه. ازم بخواهم شما که من چون نمیدونم از کجا قطع شدیم، یه بار دیگه این تیکر تکرار میکنم. از طبقه بندی گیاه وجود یا عدم وجود آون ویژگی با اهمیت تری نسبت به نحوه تولید مثل هستش. چرا؟ چون وجود آون باعث میشه که ارزم بخواهم شما ساختارهای گیاهی پیشرفته تری بتونم داشته باشم، بتونم اندام هوایی های پیشرفته تری داشته باشم، اندام های تولید مثلی پیشرفته تری داشته باشم، که اصلا وقتی آون نداریم نحوه تولید مثل اصلا مطرح نمیشه. به خاطر این قضیه است که ما اول میایم بر اساس وجود یا عدم وجود آون اینا رو طبقه بندی میکنیم، بعد میایم بر اساس نحوه تولید مثل طبقه بندی رو انجام میدیم که هاگو از دانه جدا میکنیم. خب عرضم به خدمت شما که بعد دانه داران رو بر اساس چی جدا میکنیم از هم دیگه؟ بر اساس اگه گفتی میوه. اونایی که میوه دارن میشن نهان دانه، میوه دار، میوه ندار. ندار میشه بازدانه. پس اونایی که میوه تو نسبت به آون و نحوه تولید مثلی تو چیه؟ تو درجه اهمیت کمتری قرار داره. هر چقدر شما توی یک طبقه بندی جانداران به سمت گروه های انتهای حرکت میکنی چی میشه؟ اهمیت ویژگی که داری به اساسش جدا میکنی تفکیک میکنی اهمیت کم میشه، گروهات اعضای کمتری دارن.
بریم. بچه صدا تصویر اوکیه؟ بگید. اوکی هستین یا نه؟ مرسی مرسی. خیلی خوب. خب عرضم به خدمت شما که جلسه یک، عرضم به خدمت شما نکته تستمونه. خب قسمت آخرشه، عرضم به خدمت شما که قسمتی که آخر این جلسه‌مون هستش، گفتم بذار یه لایوی هم اینجا داشته باشیم بچه‌های اینورم ببینن ما رو. خب عرضم به خدمت شما که بریم اینو این تیکر رو، چون عرضم به خدمت شما که به خاطر قطعی نت و اینا یه خورده قطع و وصل شدهش یکی دو بار، من این تیکر رو نمره مجدد تکرار میکنم. عرضم به خدمت شما که حتما توی عرضم خدمتتون که آفلاین هم دوباره این تیکر رو ببینید که براتون مشکلش رفع شده باشه. نه ای محمد باش، این تیکر رو با هم دیگه تموم کنیم. خب طبقه بندی گیاه، طبقه بندی گیاه گفتیم این طبقه بندی که تو کتاب درسیمون مطرح شده رو می‌خوایم به دقت بررسی بکنیم که ببینیم چه ویژگی‌هایی داره. اولین نکته‌ای که در مورد این طبقه بندی باید ببینیم اینه که اولین کلید دوراهی که به کار می‌بریم بر اساس وجود یا عدم وجود آونده. چرا؟ چون همین که من آوند داشته باشم باعث میشه من بتونم ساختارهای هوایی بهتری داشته باشم، اندام هوایی بهتری داشته باشم، ویژگی اندامهای قوی تر و بهتری ایجاد بکنم، بافتهای تخصصی تر پیدا کنم، اندامهای تخصصی تر داشته باشم، اصلا اندامهای حقیقی داشته باشم. خب اندامها و بافتها و چیزهای مختلفی داشته باشم که بتونم تازه به واسطه اون تولید مثل چی ببینم؟ تولید مثل جنسی ببینم. حالا طول مثلا پیشرفته تر ببینم. پس اول من بر اساس وجود یا عدم وجود آوند طبقه بندی میکنم. گیاهان بدون آوند و آوندار به وجود میاد. بدون آونده که میشه چی؟ خزه. آوندار رو میام بر اساس نحوه طول مثلی جدا میکنم. اگر هاگ بود میشه سرخس، اگر دانه بود میشه دانه داران، و بعد تو دانه داران میام چی رو ملاک قرار میدم؟ میوه. اونجا میگم که اگر میوه نداشتیم میشه بازدانه، اگر میوه داشتیم میشه نهاندانه. پس ترتیب اهمیت ویژگی که من تو کلید شناسایی دوراهی در طبقه بندی موجودات استفاده میکنم به مرور از سمت گروه های بزرگتر تا گروه های انتهایی که با جمعیت کمتری دارن چی میشه؟ اهمیت داره کم میشه. اول مهم ها قرار میگیره، اول وجود یا عدم وجود مثلا هسته است، بعد میرسه به چی؟ چیزای دیگه. و همینطور تا اینجا که میومدیم وجود یا عدم وجود آوند نسبت به تولد مثل دیدیم برتری داره، بعد از این میشه میوه. خب این نحوه طبقه بندی که تو گیاهمون اومده به این شکله. آره پارسا من ارزم به خدمت شما یا ارزم به حضورتون رو خیلی زیاد استفاده میکنم، میدونم ارزم به خدمتت که امیال الله گفته ارزم خدمت که اینجوریه. حالا من میخوام نگم، هی دوباره میاد. کلیات نکات مربوط به گیاهی رو با هم بررسی کنیم. بسیار از جانداران بدون گیاهان دوام نمیارن. چرا؟ چون گیاهان چیان؟ تولید کنندن. گیاهان تولید کننده باعث میشن ما چیکار کنیم؟ مصرف کننده ها به اینها وابسته میشن. انسان ها حتی قبل از شناخت دقیق گیاهان از اون استفاده میکنن، اما الان به واسطه شناخت ویژگی هاشون میتونن ازشون استفاده بیشتری بکنن. یاخته های گیاهی مثل هر جاندار دیگه این نیاز به مواد مغذی دارن، یعنی آب و مواد معدنی. به انرژی هم نیاز دارن، ولی انرژیشون از مواد عالی اول نمیگیرن. اول میان از نور خورشید استفاده میکنن، تولید مواد عالی میکنن. از تولید مواد عالی که گلوکوز به وجود اومد از این ATP میگیرن، درست؟ آب و مواد معدنی مورد نیاز گیاه معمولا توسط ریشه جذب میشه. چرا؟ چون بعضی از گیاهان ریشه حقیقی ندارن. مثل کیا؟ مثل خزه. خب اوکی بریم، زمان کمه، با هم دیگه یه تست دیگه هم بزنیم و بشه من آخرین مبحث امروزمون. یه تست دیگه پس با هم بزنیم. من خیالم راحت شد یه کوچولو گیاهیمون تا
تا یه حد خوبی گفته باشیم که واسه هفته بعد بتونیم جمع بندیش کنیم. سوال دو رو حل کنید بچه‌ها. بله بله، بعد از نهان دانم بر اساس تک لپه دو لپه و تعداد لپه های دانه طبقه بندی میشه اون کلید دو راهی رو اگه ادامه بدیم. این هم نکته خوبی بود که گفتی، حتی من جلوتر میگفتم بحث نهان دانگان رو فعلا اونجا این رو مطرح نکرده بودم تو اون نموده، ولی جلوتر داشتیم. خب سوال دو بزنید. آیدی رو آیدا گذاشتم روی چیز، حالا آخر جلسه میارم رو بالا که ببینید روی جزوه هستش. خب گفته شده یاخته های بافت آوند های چوبی و آبکشی رو هم مقایسه کنیم. گفته یاخته های بافت آوندی چوبی هماننده بافت آوند آبکشی میتونه در سیتوپلاسم خودش پروتئین سازی کنه، درست یا غلط؟ بچه آوند چوبی چوب یعنی چی؟ ببین دیواره یاخته ای جنسش چی بود؟ سلولوز، درسته؟ اگر ماده‌ای به نام لیگنین رسوب بکنه داخلش چی میشه؟ تبدیل میشه به چوب. چوب نفوذپذیریش چیه؟ نفوذپذیریش صفره، خیلی کم. خب وقتی نفوذپذیریش خیلی کم باشه چی میشه؟ یاختمون میمیره، یاخته مرد، تموم شد و رفت. یاخته الان سر کوچه است، مردش. خب پس وقتی آوند چوبی میمیره چه اتفاقی میفته؟ بافته مثل بافته آوند آبکشی نمیتونه سیتوپلاست داشته باشه. عرضم خدمت شما که سیتوپلاست اصلا نداریم که بخوایم توش پروتئین سازی بکنیم، و عرضم به خدمت شما که چون همانند به کار برده غلط میشه. دو، دیواره ارضی یاخته آوند آبکشی برخلاف آوند چوبی، دیواره ارضی آوند آبکشی برخلاف آوند چوبی علاوه بر سلولوز حاوی مواد دیگر هستن. بچه‌ها آوند آبکشی آوند چوبی هست که علاوه بر سلولوز مواد دیگه داره، یعنی هر ماده‌ای که آوند آبکشی تو دیواره ارضیش داشته باشه آوند چوبی هم قطعاً داره، ولی نکته که هست آوند چوبی دیواره ارضیش بعضی مدت از بین میره اصلا کلا، پس کلا گزینه هم غلطه. سه، در ساختار ارضی گیاهان تک لپه، در ساختار ارضی گیاهان یا برش ارضی، و این بس میشم از نظرش بودن اینو بکنید برش بهتره، این برش ارضی که من میزنم آوند آبکشی از جدار خارجی، این چه خورده غلطه املایده، از جدار خارجی دورتر است. خب ببین اگر شما بیای یک گیاه تک لپه رو برش بزنی با یک گیاه دو لپه رو برش بزنی چه اتفاقی میفته؟ تو تک لپه نامنظم اینا کنار هم دیگه قرار گرفتن، آوندای چوبی آبکشی توی دو لپه آبکشی ها بیرونن، چوبیا به سمت داخل قرار گرفتن. اینا رو همه رو بافت آوندی برای توضیح میدم، اصلا نگران نباشی، همه رو میریم الان رو درسنامه توضیح میدیم. خب این اتفاقی که میفته چیه؟ این تو آونده توی کی تو دو لپه این شکلیه. خب گفته در تک لپه ها از چیز دورترن، تازه اینجا که نزدیکتر بودن تو دو لپه ها، تو اینها که اصلا نامنظمن پس نمیتونیم مشخص بکنیم، پس این هم غلط میشه. اینا نامنظم، ممکنه کیش اینجا باشه یکیش اینجا باشه یکیش اینجا باشه، هر کدوم نامنظمن. خب پس اینم غلط میشه. گزینه 4، امکان ندارد هیچ کدامشون توانایی تقسیم رشتمان داشته باشن. جا اوکی، امکان نداره هیچ کدامشان توانایی تقسیم رشتمان داشته باشن. بچه‌ها هیچ کدوم از بافتای آوند آبکشی و چوبی، خب خودمون یاخته که تو لوله است، آوند چوبی باشه که دیگه لوله است، دیوار ارضی از بین رفته، چه اون یکی که چی شده صفحه قربانی توش به وجود اومده، خودشون توانایی تقسیم ندارن، ولی تو بافت آوند آبکشی
یاخته های پشتیبان هستن که اینا توانایی تقسیم دارن. چون گفته در مورد بافت آوند آبکشی و چوب بگی این جزء بافت آوند آبکشی محسوب میشه، پس اینکه اینم گفته اینم غلط میشه. اینم باز یکی از سوال های بچه آزمون های ورودی مدارس بود که از قصد براتون آوردم ببینید که چه جوری چهار تا گزینه غلطه. حالا تو سوال اول گفته این آزمون کلا این سوال مشخص شد که چهار تاش غلطه ها، خب ولی اونجا چی رو اومده ملاق قرار داده؟ اومده گفته تو گیاهان تک لپه این میتونه دورتر باشه. اگر بخوایم یه عبارت درست باشه باید یه میتواند اینجا اضافه کنیم. میتواند درست باشه، میتواند دورتر باشه. اگه میتواند اضافه بکنیم گزینه 3 میتونه درست باشه. در غیر این صورت گزینه 3 غلطه. من از قصد سوالای چالشی رو براتون میذارم که اگر یه وقتی شما مواجه شدین اصلا نگران نباشی. سلام سلام از آخر شما که همین تا همینجا نگه داریم. چند تا سوال خیلی خفن تألیفی دیگه هم در مورد بحث گیاهی داریم که جلسه بعد با همگی میزنیم و گیاهی رو جمع‌بندی میکنیم. اصلا نگران نباشیم، با همین جزوه با همین مطالبی که بهتون گفتیم به ما هم بیاین جلو، همه مطالب جمع‌بندی میشه. تکالیف حتما براتون ارسال میشه. توی یک دو روز آینده حتما سایت رو چک بکنید که فایل کامل جزوه رو دانلود کنید و تکالیفش هم حل کنید. تکالیف فصل 11 و 12 رو برای من اگر نفرستادی تا الان تو جلسه 2 که دیگه جلسه رایگانیمون نیستش و دیگه فقط بچه های ثبت نامی میاد حتما برای من ارسال بکنی، برای ورود به کلاس اجباری هستش. ممنون از اینکه توجه کردی. پر انرژی و پر ای تی پی میترکونیم آقا، اصلا نگران نباش. سوال طرح هر چی میخواد رو کنه ما دستشو زودتر میخونیم. تمام شد و رفت. پر قدرت پر انرژی. خدا نگهدار.